عرفه با برآمدن آفتاب روزی نهم ماه ذوالحجه حاجی ها برای ادای حج بزرگ به سوی عرفات حرکت میکنند. این روز بزرگ روز مشهود است که الله سبحانه و تعالی به این روز قسم یاد کرده است، زیرا این روز فضیلت و مرتبه و قدر و شرفی بزرگ دارد. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود و قسم به روزی که وعده کرده شده است و قسم به گواه و آن چی که به آن گواهی داده شده است، سوره بروج آیت 2 و 3. پس روزی مشهود آن روزی عرفه است، همچنان که در حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شده است. و از فضیلت های روزی عرفه از دیگر روزها این است که الله سبحانه و تعالی در این روز از فرزندان آدم علیه السلام عهد و پیمان گرفته است و این روزی است که الله سبحانه و تعالی در این روز دین را کامل گردانید و نعمت ها را به پیامبر صلی الله علیه و سلم و امتش عطا کرد. و روز عرفه روز مغفرت گناهان و دوری از آتش دوزخ است. این روز برای آنهایی که در عرفات هستند روزی عید است. پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه داشتن این روز را برای غیر حاجی ها سنت گرداندند. در حدیث آمده است که فرمودند روزه روز عرفه کفارت گناهان سال گذشته و سال آینده می شود، حدیث با روایت امام مسلم. و در عرفات حاجی ها الله سبحانه و تعالی را یاد می کنند و به او رو آورده تا غروب آفتاب دعا می کنند و الله سبحانه و تعالی به فرشتگان در آن روز با تفاخر ندا کرده می گوید اینها چی می خواهند که به اینجا جمع شدند، حدیث با روایت امام مسلم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین دعا دعای روز عرفه است و بهترین دعایی که من و پیامبران پیش از من گفتند لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، نیز معبود برحق مگر الله سبحانه و تعالی که شریک ندارد، ملک از آن اوست و حمد و ستایش او راست و او بر هر چیز تواناست، حدیث با روایت امام ترمذی.